اینجا جان بکن. باشه ششم عزیز من. اله برای اولین بار تو ایران رو هوندا کیلس بستم. با دم به شیر بازی نکن، یک جا گیر میفتی، تو یک هچلی میفتی. بابا ورمون کن کیلس، من علکیه رو موتور ببندی. جون چی شو؟ یک کلیت میذارم میاد بالا، موتورم روشن میکنه برا. بله کو خاموشش کن. این آپشن فقط رو موتورهای ترکیه میشه ببینی. ترکیه مرکیه اینجا آنتن نمیده، اینجا ایرانه داداش. اینو به من یاد میدی آموزشو؟ بله. آماده یا آمادایم؟ آره آقا، آقا همش با من. بریم اوکی بریم بریم آقا بریم. داداش ولوم بده. دوست داری پاس واسم راس کنی؟ نه تو فکر کردی یه بچه پاس داری زن تو بمانه میخوری دافی جی کرد و چی میگی؟ سلام و از ادب به تو دلی ترین داداشی های دنیا، به چنل خودتون اکرم یدکی طبق معمول خیلی خیلی خوش اومدی. آقا ما بعد یه مدت اومدیم بالاخره با یه کار خفن، نصب کیلس رو هوندا 125 برای اولین بار تو ایران. به جرأت هیچ کس تا حالا همچین آموزشی تو یوتیوب فارسی براتون نذاشته. میخوایم بریم ریز به ریز این دزگیرای جدیدی که اومده، حالا بازار بهش میگه کیلس دار، ببینیم رو موتور هوندا نصب میشه یا نه. این ویدیو به درد همه میخوره. داش محمد گل. آقا خاک پاتیم، سلامت باشید. آقا یه توضیح ریز میدی؟ چون ما همیشه هر کاری میخوایم بکنیم سیم کشی نقشه‌شو میکشیم. یه توضیح ریز به بچه‌ها آقا بده. برد سیم کشی یا همون کیلس از 8 تا سیم تشکیل شده، یعنی فرق نمیکنه این دزگیری، هر دزگیری دزگیر؟ که بچه‌ها بخرن. آره چه تصویری، چه کیلس، چه همین دزگیرهای معمولی، کلا 8 سیم داره. یعنی اینو اگه یاد بگیرن هر دزگیری میتونن نصب کنن. میتونن نصب کنن رو موتور. در خدمت نسل جدید دزگیرها هستیم، دزگیری که هنوز نیومده سر و صدای خیلی زیادی رو به پا کرده. بچه ها اولین سیمی که ما شروع میکنیم از سیمای زرد هستش. دو تا سیم زرد ما داریم داخل اون دست سیم دزگیرمون، یکیش میخوره به راهنمای چپی که میخوره به راهنمای راست. دو تا سیم دیگه داریم که مشکی و قرمز هستش که میخوره به سر باتری، مثبت منفی باتری. نگاه بکن. اوکی. اگه موتورت استارتی باشه یه سیم هم میخوره به اتوماتیک استارتت. حالا اگه موتورت هم کاربراتی باشه دو تا دیگه سیم میخوره به ترانزیستورت. راحت. خیلی راحت. داشتم متاسفانه بله. بچه ها فکر میکنن چون این آموزش ها رو ما رایگان داریم قرار میدیم ارزشی نداره. داداش من خودم مشتری دارم، میاد دزگیرش از ما تهیه میکنه، هر دزگیری که واسه رفیقش آشناش حالا غریبه میبنده بین 250 تا 500 هزار تومن داره بابت همین نقشه از مشتریش پول میگیره. داداش من اینا دارم رایگان برات میذارم، الکی ویدیو رو جلو عقب نکن، نگاه بکن اینا به دردتون میخوره. بریم رو موتور ببندیم آقا. بچه هایی هم که بسته باکشون شکسته آموزش بسته باک پیچی هم ما تو کانال گذاشتیم، یه چرخی بزنی پیداش میکنه. این دزگیر قابلیت های خیلی زیادی داره که یکی یکی تو این ویدیو قراره با هم بهش بپردازیم. بریم بازش کنیم این دزگیر جذاب رو. کار رو ببین آقا، یه دزگیر همه فن حریف، دزگیری که دزدا رو به چالش خیلی زیاد میکشونه. وقتی که با کوزینتو درآوردی الان وقت جاگذاری برد اصلیه. بچه‌ها این برده رو دم دست نذاریم، یه جایی بزنیم که دسترسی بهش یه مقدار سخت باشه. آقا من بهترین انتخاب تو این چند وقت اینجاست، چون امنیتش از همه جا بیشتره. حالا شما اگه جای بهتری سراغ داری اونجا بذار. اینم از سوکت رو بس میکنیم، به برد اصلی بس میشه و حالا این دیگه کنترل میکنه که چی کار کنه چی کار نکنه. نگاه قسمت میذاری بعد چسب دو طرف هم فکرم داخل جعبه باشه، اگه هم نبود خودتون میتونی استفاده بکنی. اینطوری به این شکل اینجا بچسبیش، اینطوری دست اندازی دیگه. آره دیگه نخوره. سیما رو از کجا میاری بالا؟ از بالا، از این قسمت. نگاه کن اینطوری سیما رو دست میکشی مرتب میاری بالا.
باشگاه. این صورت با میتونه اینجا رو سوراخ کنی که یه دست سیم بیاد بابا. حالا دیگه این کارا دست خودتونه. بچه ها این یه سیم تکی آبی هست، سرش یه دونه وارنیش داره. اینو شما باید از یه جای هواکش ردش بکنید. نگاه بکنید، این میشه سیم آنتنش. بله آنتنده. این هر چقدر بیرونتر از موتور باشه، خب مثال اینجا سرش بیرونتر باشه، خب آنتندهش بیشتر میشه. مثال اگه اینو ما بذاریم داخل 5 متر برد داره، وقتی بذاریم بیرون 10 متر میشه. شما از 10 متری میتونی موتور رو خاموش روشن بکنی. آقا ما اینجا گفتیم دوتا زرد داره، این دوتا زردام. نگاه کن از برد اصلیت دو تا سیم زرد اومده، اینا رو میای بس میکنی به راهنمای چپ و راست. این برای چیه؟ وقتی که شما میزنی دوزگیر تو قفل یا باز میکنی، این چهار راهنما کار میکنه. وقتی هم که آژیر میکشی این چهار راهنما کار میکنه که توجه بیشتری جلب بکنه. برو آقا از اینجا ردش میکنیم. حالا خاصی نوار چسب میپیچی که این زردی مشخص نشه. راهنمای چپ میشه نارنجی، راهنمای راست میشه آبی. این آبی، این هم نارنجی. آه مشخصه داداش. اوکی همین. الان به خاطر این خداوکیلی این چیزای ساده شما درسته مثلا 250 تومن 400 تومن اجرت بدی، خب اینا رو داداش یاد بگیر. بریم با ریموتای کار شروع بکنیم. دو تا ریموت فوق‌العاده با کیفیت داره این کار. آقا من خودم واسه جک پارکینگمون خواستم ریموت بزنم، یه دونه ریموت رو 300 هزار تومن با من حساب کرد. حالا خودت حساب بکن دیگه، دو تا ریموت با کیفیت رو این دوزگیر هستش که شما به فاصله 10 متر میتونی موتورت رو روشن بکنی، به فاصله 10 متر میتونی موتورت رو خاموش بکنی و متریال و کیفیت خود ریموت ها هم واقعا درجه یکه. بعضی از دوزگیر هستن یه ریموت های واقعا چرت و پرتی دارن، تو ماه اول یا دکمه هاش خراب میشه یا کلا بردش به مشکل میخوره و شما رو متحمل هزینه های خیلی شدیدی میکنه. آقا از 8 تا سیمی که گفتیم دو تا سیمش وصل شد، دو تا سیم هم داشت محمد داره بهش سرسیم باتری میزنه. دقت بکن، نگاه کن، این دو تا سیمو داره وصل میکنه، یکی قرمز یکی مشکیه. قرمز از برد اصلی میاد وصل میشه به مثبت باتری، مشکی هم از برد اصلی میاد وصل میشه به منفی باتری. دقت بکن، الان این شد قرمزت، اونم شد مشکی. از این ساده تر دیگه داداش، نگاه باتری هم که اینجا منفی، مثبت منفی، چهار تا سیمت به همین راحتی وصل شد. شما داداشی ها همیشه به ما لطف داشتین. طرف حاضر 2 ساعت تو ترافیک بمونه بیاد موتورشو اینجا بذاره، با اینکه ما سرمون شلوغه، با اینکه مثلا میگیم آقا موتور طول میکشه نمیرسیم انجام بدیم، میاد موتورشو میذاره که داش محمد براش تعمیر بکنه. یا خیلی هم هستن اصلا موتور ندارن، میان که حالا با ما یه خوشبشی بکنن، مغازه رو ببینن، ما اونا رو ببینیم. طرف ور میداره میگه آقا اکرمی تو چقدر مثلا حساسی، گیر میدی، آقا یاد بگیرین این چیزا رو، آموزش تو بده بره، ولش کن اینا رو، کسی که میخواد یاد بگیره یاد میگیره. آقا به خدا ما یه جوری بزرگ شدیم، یه جوری تربیت شدیم، نمیتونم بی غیرت باشم، نمیتونم بی تفاوت باشم، نمیتونم سیب زمینی باشم. شونمو میگیره، این انگار دین رو گردن من که بگم بچه ها سال 403 سال تعمیره، سال تعویض دیگه نیست. هر چیزی هست ندو برو تعویضش بکن، باید اینا رو یاد بگیری. بچه ها سال 403 قراره یه رکود اقتصادی شدید بخوریم، یه اوضاع اقتصادی داغون داشته باشیم. شما اگه اینا رو یاد بگیری، اگه 500 هزار تومان هم تو جیبت بمونه، سر ما 500 هزار تومان جلویی. اینا رو داشته باش، این ویدیوهای آموزشی رایگان ما رو ببین، نرو الکی پول بده به این موتورسازی به اون موتورسازی، نرو موتورتو این ور اون ور. دل تو به حال موتورت بیشتر از موتورساز میسوزه دیگه. پیش هر موتورسازی ببری، هر چقدر خوب باشه، هر چقدر نمیدونم مسلمون باشه، هر چقدر اخلاق خوبی داشته باشه، نسبت به خودت دلسوزتر که نیست. وقتی خودت اون کارو انجام بدی، مطمئن باش نتیجه‌ای که داره خیلی بهتره. سال 402 اگه تنبلی کردی، گفتی آقا ولش کن حالا یاد میگیرم، یه سری ویدیوها رو ذخیره کردی، گفتی آقا ولش کن بعدا میرم نگاه میکنم، برو نگاه کن، نسبت به هم
عرق داشته باشین، نسبت به هم غیرت داشته باشین. این حس بی‌تفاوتی رو از بین ببریم. اونایی که دستشون به دهنشون میرسه، اونایی که توی این مملکت یه کاری هستن، دوست دارم ما بدبخت بیچاره‌ها درگیر هم باشیم، تو سر هم بزنیم که بتونن چی؟ ما رو راه ببرن. توی این مملکت باید خودمون هوای خودمون رو داشته باشیم. آقا یه کاری از دستت برمیاد، برای رفیقت انجام بده، ولی تا جایی که میتونی، امکانش هست، راش هست، همدیگر رو دوست داشته باشیم، کار همدیگر رو راه بندازیم. آقا من پسرفت بکنم، من بخورم زمین، تو پیشرفت نمی کنی، ولی اگه رفیقت پیشرفت بکنه، پس وردا یه موتور خوب سوار میشه، به اون یکی رفیقت میگه آقا فلانی ها میبینی این رفیق منه، هوای همو داشته باشیم، به خدا راه دوری نمیره. ما سیما راهنما رو وصل کردیم، مثبت منفی هم وصل کردیم، رسیدیم به سیم نارنجی. گفتیم که نارنجی میخوره به سیم مشکی داخل سیمکشی. شما هر جایی که سیم مشکی دیدی وصل بکن. نگاه بکنین اینجا ما الان سیم مشکی داریم واسه اوتوماتیک راهنما هستش. سیما استوپمون یه دونه مشکی داریم، اینو میکشی میکنی داخل این. بچه ها این سیم نارنجی همونیه که از برد اومده، برد دوست. آره دیگه، این نگاه سیم نگاه آره. تکون میکنه این همونه. این سیم ما زدیم به سیم استوپ که بغل همین سیم کشی هم هستش. الان مون سیم اوتوماتیک استارت. آقا موتورت اگه استارتی باشه، این قسمت یه دونه توپولی اینجا هست که سیمش قرمز خط زرد هستش. این هم مثل همین یه دونه سیم داره، میکشیش اینطوری. من کشیدم در بردم سیمو کردم داخلش، همینطوری فیش نریمادگی میکنی داخلش که زمانی که استارت میزنی این میاد 3 ثانیه استارت رو نگه میداره، موتور استارت میخوره و روشن میشه. حالا این موتور انجین 125 معمولی استارت نداره، این آپشن رو شما رو موتور 125 نمیتونی داشته باشی، ولی تمام آپشن های دیگه روی موتور فعاله. به فاصله 10 متر میتونی موتور رو خاموش کنی. مثلا رفیقت موتورت رو برداشته برده میخواد استفاده بکنه، تو راه میزنی موتور دیگه به هیچ عنوان روشن نمیشه، امنیت موتور دو برابر میشه و میتونی برق چراغا رو به فاصله 10 متر بیاری ببری و تمام آپشناش روش کار میکنه. حالا میمونه دو تا سیم، صورتی و خاکستری. اونو نشون بده بچه ها ببینم. بچه ها اینو از اینجا، اینو ما یکم پلشکاری کردیم. شما بچه اینجا رو قشنگ وارنیش بزنید، مرتب اینجا بس بزنید، عشق کنید خودتون. آره ما خودمون هم بس میکنیم برای طرف، اینا همه وارنیش میخوره. ما نخو میدیم، شما سرنخو بگی برو. آره ما اینجوری میکنیم که شما بدونی اگه مثلا ما همه رو شروع کنیم به نوار چیز دادن، شما نمیتونی مطلب رو درک بکنی. گفتیم که میخوره به سیم مشکی خط سفید داخل ترانزیستور موتور کاربراتی. بچه ها اگه موتورت که انژکتور بود تا همینجا کافیه، اینا رو اصلا نمیخواد بس بکنی، این دوتا رو اصلا نمیخواد بس بکنی. حالا اگه موتورت کاربراتی، این دوتا رو باید بس بکنی. داخل ترانزیستور یه سیمه داریم به رنگ مشکی خط سفید. نگاه کن صورتی میخوره به مشکی خط سفید، فرق نمیکنه حالا جا به جا بشه، فرق نمیکنه. نشون بده سیم رو. اوکی اینجا سپوزه من اینو بازش کنم به این صورت. بیا اینجا اینو من یکم بشکافم. اینو از وسط ما نصفش میکنیم به این صورت، لختش میکنیم، یکم لخت میکنیم. یکی از سیمامون به این میخوره، به سیمی که از سیم کشی اومده. آره به این منظور مشکی خط سفید. خط سفید اون سوکتو شما جدا میکنی میشه دوتا سیم. این میشه این دوتا سیم، میشه رابطه بین این سیم مشکی خط سفید. اوکی اینو نوار چسب میکنی یا تمام. بریم سراغ برد اصلی دزگیر. آقا تمام دستورات از اینجا به سیم کشی موتورسیکلت شما داده میشه. یه کار خیلی قشنگی که روی این دزگیر ما داریم میبینیم این فیوز است. خب دقت بکن اینجوری دیگه، شما دزگیرت نمیسوزه، اگه بسوزه یه فیوز 2000 تومانی میسوزه. و خیلی دیدم طرف مثلا
400 تومن 700 تومن هزینه میکنه یه دزگیر میگیره، ولی چون سیم کشیش مشکل داره سیم کشی میزنه دزگیر رو میسوزونه. ولی اگه اینجا سیم کشید مشکلی داشته باشه یا هر نوسان برقی داشته باشی، این چون روش یه دونه فیوز موجوده میاد اون اتصالیه رو دفع میکنه و دیگه ضرری به این قطعات داخلی دزگیرت نمیرسه. الان دوزی ما بست شده، فقط مونده این کلید جذاب باشه. اینم الان براتون نصب کنم. نگاه کن شما وقتی دکمه استارت بزنی برق برات یه بار میاره، اگه موتورت استارتی باشه یه بار دیگه بزنی موتور 3 ثانیه استارت میخوره و روشن میشه. حالا میخوای خاموشش بکنی اینو میزنی برق میره. حالا اگه قفلش بکنی، خب الان خوب قفله نداره باید بره. وای 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 خاک تو سرت بجا. بلنگوش رو بس میکنی. خب حالا اینو بس میکنیم بلنگوش هم بس داشت. من الان وقت حذف سویچ هونداست. میخوایم سویچ هوندا رو بعد از 50 سال روی موتور حذفش کنیم. برو بچه سویچمون نگاه کنیم، 4 تا سیم داره. این اولیش، این دومیش، این سومیش. سیما رو میگی رنگشو؟ و اینم به کارتون نمید واسه چی بگم. خب دلیلش چیه؟ نه طرف میخواد قطع بکنه. خب سیم سویچ تا اینطوری بکشی خب متوجه میشی دیگه. آره دیگه اوکی. جوری امنیت موتورتون هم بیشتر میشه، چون این سویچ هوندا رو میان قطع میکنن دیگه بعد موتور یک سره میشه. الان ولی اونو قطع بکنن چی میشه؟ برده نمیذاره. مهندس میگه نمیذاره. برده نمیذاره. آقا یه چیزی حقیقتی دیگه، نمیذاره دیگه. بله. پیچه کیلومترو باز میکنین. کیلومتر میاریم بالا به این صورت سویچ اون داره برداریم بهش میاد یا نه هم میکنی. دوتا خار داره زیرش میزنیم میاد بالا سویچ. فقط بچه ها دوستو رو یه مقدار یواش فشار بدیم که کیلومتر خراب نشه. خب خدافز کار کردن اینم بچه ها بهتون میگم چجوریه. این سه تا مرحله داره. یه بار اول که میزنی برق برات میاره، بار دوم اگه بزنی موتور استارتی باشه موتور استارت میخوره. یعنی اون ماشینای خارجی رو دیدین یکی دید 3 ثانیه نگه میدارن ماشین روشن میشه، دیگه نمیخواد اینجا 3 ثانیه نگه داری. اولی برقو میاره پشت آمپر، دومی برات استارت میزنه، سومی هم برقو کلا قطع میکنه دیگه. در صورتی که چی؟ ریموت نزدیک موتور باشه و رو حالت قفل نباشه. وقتی شما قفل میکنه اون کلید دیگه از مدار خارج میشه. اینجوری نیستش که کلید توش برق باشه یا طرف بیاد رو سر کار یه کلید بزنه موتورتو ببره. حالا قشنگ یکی یکی بهتون توضیح میدم. یه دونه آژیر با کیفیت داره که 125 دسیبل پرتاب صداش هست. یعنی شما یه ساختمون 5 طبقه داشته باشی یا 6 طبقه راحت از اون بالا میتونی موتورت که پایین هستش صداش رو به راحتی بشنوی و اگه نزدیکش باشی واقعا صدای آزاردهنده و گوشخراشی داره. اینجوری نیستش که بخواد حالا یه مقدار که شما از موتور فاصله میگیری صداش در نیاد یا صداش به گوشت نرسه. خب داداش یه گلم نگاه کن آقا داشت من چیکار کردی؟ یه دونه واشره تنه انداخ که اون واسه نگاه کن پیچ و مهره میشه. خودش اصلا پیچ و مهره داره. پیچ و مهرهشو میبندی اینجا نگاه تاب میدیش تا مهره یا تو پیچه محکم بشه، بعد اون کلیده اونجا ثابت میشه به همین راحتی. وقتی که اینجا ثابتش کردی نگاه دیگه تکون نمیخواد. سیمش انقدر بلند هست نگاه کن از اینجا میاد وست میشه به برد اصلیت که کنترلر اینو این برد اصلی به گردن بگیره. اینجوری نیستش که این خود مختار برای خودش روشن خاموش کنه موتورتو. آقا داش محمد کار اوور نگاه کن چه لامپ لات خوشگلی هم داره، چراغش هم مثل نبض روشن خاموش میشه. الان نمیخوام امتحانش کنم، میخوام ببندمش. آره با کوزینشو که بستیم حالا بهتون نمایش میدیم. آقا نگاه داشت محمد اون سیم اوورد نه این سیم هست. حالا از زیر رد نکردیم، میخوام فقط ببینیم. نگاه اومد بس کرد قشنگ جا داره به سوکت این. این هم شد آژیرش. آژیرش هم یه جا بذار که صداش گرفته نشه. حالا بریم با کوزینشو ببندیم، یه تست نهایی ازش میخوام براتون بذارم دیگه.
تا الان هر چی که از این دزگیر دیدین یه دزگیر معمولی بوده که توی 90% دزگیرای بازار هست، ولی این قطعشه که باعث میشه این دزگیر خاص و جذاب بشه. انجین استارت داره که شما توسط این میتونی سویچ موتورتو به کلی حذف بکنی که امنیت موتورتو دو برابر میکنه. بچه‌ها یکی از بزرگترین ضعفایی که این طرح هوندا دارن سویچش هستش، چون سویچشو اگه یه قیچی بندازی زیرش کامل برق یکسره میشه و طرف میتونه راحت موتورتو روشن بکنه. ولی اون این چون به این برده وصل هستش، به محض اینکه این قیچی میشه این موتور شما رو قفل میکنه و دیگه دوز نمیتونه به راحتی با یه دونه سیمچین حالا بیاد موتور شما رو ببره. آقا این چند تا حالت داره که تو ادامه ویدیو بهتون میگم که این چه کارایی های جذابی میتونه داشته باشه. بریم برای تست نهایی. آقا این ریموت نزدیک بردمون هستش و داره اینو شناسایی میکنه. قفلش که میکنیم رفت رو حالت قفل. اول یه ضربه کوچیک که بهش میخوره یه اخطار میده به طرف که آقا از موتور دور شو، گربه ای چیزی، یه اخطار ریز میده. ولی اگه ببینه که بیخیال موتورت نمیشن دیگه اونم بیخیالش نمیشه. نگاه کن تا قفلش هم باز نکنیم میزنه برات دیگه، ولکنت هم نیست. حالا داشت محمد یه لحظه بیا جلو نگاه، وقتی شما قفل رو باز میکنی خب یک دقیقه اجازه استفاده داری، بعد یک دقیقه اوتوماتیک کلن دوباره قفلش میکنه. شما یک بار اگه کلید رو بزنی برق میاد پشت آمپر برات، کیلومترت بالا میاد و میتونی موتورتو روشن بکنی دیگه. الان نگاه کن موتور قشن روشن میشه، موتور روشن شد. حالا اگه قفلش کنی موتور کلن قفل میشه. الان هم نگاه کن پشت آمپر کلن رفت. الان هر چقدر من بخوام هندل بزنم روشن نمیشه و آجیر میکشه و آجیر کشید. حالا بیا دوباره بهت نشون بدم اینجا رو. من قفل رو باز میکنم برق میاد، نگاه کن بار اولی که میزنم میاد بالا کیلومتر، بار دوم اگه موتورت استارت داشته باشه استارت میخوره، یه صدایی اومد. خب بار دوم استارت میخوره. حالا میخوام آقا استفاده نکنم از موتورم دیگه، نگهش میدارم برق رو کلن برام میبره. به همین راحتی این دزگیره خیلی با کیفیت رو موتورت نصب میشه.